با درود. تو این جلسه یکی دیگه از قطعات ایرانی رو کار میکنیم، یکی از قطعات پاپ ایرانی، قطعه دلیار. با هم بشنویم، بعد درباره نکاتی صحبت میکنیم. خب میزان نمای این قطعه 6 8. از اونجایی که ما تو این قطعه یه عالمه الگوی جدید و دولا چنگ داریم، ما بهتره که اینو 1 2 3 4 5 6 نشمریم. بگیم 1 و 2 وسه و به همین ترتیب. به طور مثال تو همون میزان اول ما دست چپمون که حرکت بالا رونده تو دست چپ به صورت چنگ داریم که میزنه لا می لا دو می لا. دست راست رو دولا چنگ میزنه که با انگوش 3 4 یا 2 3 میتونیم بزنیم. من با 2 3 اینو میزنم. تو نوت 3 4 هم نوشته که خودمون میتونیم انتخاب بکنیم. این حرکت یا 3 4 که هماهنگیش به این صورت میشه. 1 و اینجا میگیم حالا 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و و تو میزان دوم همین الگو رو تقریبا داریم. سه تا آخره شده سه تا چنگ. خب این یکم ساده تر. و توی میزان سوم دست چپ یه دونه چنگ، یه دونه سیاه، بعد یه آکورد سلی سیره که سیاه نقطه داره. شمارشش میشه 1 2 3 4 5 6. دست راست سیاه چنگ، سه تا چنگه که میشه 1 2 3 4 5 6. هماهنگیشون به این صورت 1 2 3. حالا اینا با هم 4 5 6. این الگو چند بار تو این قطعه تکرار میشه و کلن توی قطعه ما از همین مدل الگوها داریم استفاده میکنیم. به طور مثال توی میزان 5 دست راستمون سیاه چنگ سیاه، دو تا دولا چنگ که با دست چپ اینجوری میشه 1 2 3. اینجا دست چپ آکورده 4 5 6 که میریم میزنه. بعد الگوها باز
به همین ترتیب. پس اون جاهایی که دو لاچنگه حواسمون باشه که توی یه دونه ضربمون میفته، اگه خواستیم میتونیم اونو و بهش اضافه بکنیم که درست شمرده بشه. بازم الگوی دیگه که ما دو لاچنگ داریم و خب یکم متفاوت از اینجا میشه، تو میزنه 21. دست راست داره میزنه ر لا ر لا فا لا 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 فا لا ر لا. این نوت لا ثابته، این نوت بالا حرکت میکنه که اگر ما اینو حذف بکنیم ملودیمون اینه. به این صورت دست راست این لایی که داره میزنه با بهش میگیم نوت پدال. این نوتیه به عنوان همراهی، یعنی ما اونو به عنوان یک نوتی که کمک بکنه ما ملودیمون رو جذابتر بشنویم دنبال میکنیم. این حرکت توی تمرین کمک میکنه بهتون که اون نوت اصلی رو بتونین بولد بکنیم، بتونیم صداش رو بیشتر بشنویم. حالا اینجا دست چپمون داره سیاه چنگ سیاه نقطه دار میزنه، الگوی که زیاد داریم توی این درس. پس هماهنگیشون اینجوری میشه، اینا با هم دوباره. این الگو توی سه میزان داره توی نوتای مختلف تکرار میشه. بعد از آخر میزان 24 ما دوتا دوره چنگ داریم، این تم رو شروع میکنیم. اینا حرکت های چنگ و دوله چنگش مشخصه، یعنی هیچ جای سوالی نداره که کدوم با کدوم میفته، فقط باید حواستون باشه درست بشمارین که اینا سر ضرب وارد بشن. نکته دیگه که باید درست تمرین بشه میزان 33. دست راست تماما دولا چنگ ولی دست چپ داره چنگ میزنه، پس بازم حواستون باشه که اولا انگوش گذاریش چجوریه با 3 و آخرم به 2 روی سولیز میزه. دست چپ هم داره میزنه لا می لا می دو می، پس اینجا دوتا دولا چنگ، دوباره دوتا داره چنگ، اینجا میره لای پایین، لای بالا، میاییم بالا دستمونو، می اینجا با دوره، باز به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه تا میزان 41. توی میزان 41 تمی شبیه به همون تم اولمون داریم، اینجا یکم عوض شده ولی دست چپمون از الگوهای بعدی این درس استفاده کرده، یعنی دیگه چنگ نیست، سیاه چنگ سیاه چنگ، یعنی میزنه این حالت. پس هماهنگی اینم چک بکنیم با هم، یک یا میتونیم یک و دو و هم بگیم، یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و، چون سیاه چنگ بودن، دوتا یه ضرب دوتا یه ضرب. تا آخر از همین الگوها استفاده میکنه. بخش آخرش هم یکم متفاوت تمام میشه ولی بازم الگوهاش رو میشناسیم. این درس نیاز داره که خیلی زیاد شنیده بشه، یعنی شما پیشنهاد میکنم اول چند بار گوش بدین چیزی که اجرا کردم، بعد دست راست جدا چپ جدا توی بخشهای مختلف هر بخشو کوچیک کوچیک بیایم دو دستی بکنیم، بعدن برین سراغ کل قطعه، بعد میتونید دینامیک و پدال هم بهش اضافه بکنین. ولی درسی نیست که ما توی یک بار دو بار تمرین به نتیجه برسیم، باید مدت ها تمرینش بکنین تا آروم آروم دستتون بیاد و بتونین خوب اجراش بکنین.